בשם השם נעשה ונצליח, פרדו עדינית שובה ומועם, השכחה פרטית, סמהו, ג'קית וחומה שסידים, רבתיהם בנויות שובה ופעידו מקונים מועם, פרשת ערב הסים, פרשת ערב, צ'פטר יוד, דה, צ'פטר 10, و چند هفته ما راجع به یرت شمایم صحبت میکردیم که از اقلیت بتا خوندیم و اتا اسرائیل ما هشم ملوکه خواه شوئل میمخ کیم لیرت هشم ملوکه خواه شابر فهمود که تنها چیزی که هشم از ما میخواد چیه؟ لیرت هشم ملوکه خواه که هیبت داشته باشی ترس داشته باشی از اقلیش برو خوب للخت به خل درخواب و لحواتو تمام راهاش بری و لحواتو و که عشق به ورزی بقا که عاشق خداوند باشی که بدونیم عشق به عقودش به خود جزء میتوات تمیدیوته بعضی از میتوایی که ما داریم گهگاهی وقتش میشه سال یه دفعه پسخ میشه هفته یه دفعه شباته ولی دیار بعضی از میتوا هست که دیار کانستنت میتوای یرعت هشم و عبت هشم حیبت از هشم داشتن و عشق به عقودش به خود جزء میتفوت تمیدیوته every second هر لحظه ما وظیفه داریم که عاشق پیشه باشیم حتی میگه بکنی نوشته آدم باید زنش رو دوست داشته باشه یا همسرش رو دوست داشته باشه این فقط مقدمه اینی که هشم رو دوست داشته باشه هشم میفهماید که تمام این چیزی که ازت میخوام باید روی یک الگوی انسانی پیاده بشه واسه همه هم تو توره اول میگه و هفته لرخواب و مخواب سیدور افتاد و بعد میگه چی؟ و بعد میگه که به هفته تشمه رو که خواب تو توره the order is اول تو پرشت تو پرشت لدوشیم میفرماید و هفته لرخواب و مخواب هم نوعت شا یا به قول عریزل همسرت رو عریزل میفرماید و هفته لرخواب و مخواب یعنی همسرش رو دوستش میشه اولی نمیگه بعد میگه چی اون وقت میگه تو شما ایسرائیل و هفته که خداوند دوست داشته باشه در صورت احوت اقلوش برخو عشق به خداوند یک میتوه تمیدیته تمیدیت یعنی it's constant every second گهگاهی نیست و بعد ولعوادت هشه ملوکه خواه بخول و خواه بخول نفشه خواه یعنی مشابه میگه که تمام اینها از یرعه میاد وانس آدم وقتی آدم یرعه از هشم داشته باشه اون وقت ایشمور به میتفوت هشم و اینکه فرامین خداوند نگه داری تمام جزیات فرامین و اتخوغتاب چه میتفوه هایی که وسط منطقیه و چه اتخوغتاب خوغت میتفوتی که به سلام از نظر ما منطقی نیست اشر انوخی متوقع هیام لطولخ که اینها رو نگه داری که وسط خودت خوب بشه لطولخ البته رجوع به این صحبت کردیم که اینجا حرف از تمام میتسوز حقوقی میزنه صحباتی بود از این وقتی میگه که چی لالخت به خلد را خواب یکی از پشتایی که میدن که لالخت به خلد را خواب یعنی چی؟ یعنی ما باید خصوصیات الهیات تو زندگی پیاده بکنیم یعنی به جز میتسوت و حقوقین اتسترا و هالخت و بید را خواب که میگه یعنی چی؟ نگاه کنیم که ماهو افتا ببینیم خداوند چه خصوصیاتی داره که این خصوصیات ما تو زندگی خودمون پیاده بکنیم و میدونیم تمام کتاب مشهور تومر دوورا بیوتیفول بیوتیفول کتاب هست به اسم تومر دوورا نمیدونم به انگلیسی ترجمهش چی هست کنم ببینید پام تری آف دوورا این توسط ربی موشه کردوور رو نوشته شده ربی موشه کردوبه رو یه جورایی راب عریزل میده میگن عریزل خیلی از قباله رو از ربی موشه کردوبه رو یاد گرفته یک کتاب there is a beautiful beautiful book it's a must read تومر دوران بله right هست بکنم و این تومر دوران تمامش میدونین روی این پاسوغه هست که نوشته والخت وقتی میگه والخت یعنی که ما باید چکار کنیم باید خصوصیات الهی ها تو زندگی خودمون پیاده بکنیم البته تو اون کتاب این پاسوق از چیز میاره که پاسوق از نبی میاره که اونجا این خصائل دونه به دونه رایت بازگو شده چه خصائلی عقدش برو خود داره
و بیشترش هم رو کامپشن میره، رو صبر و حوصله و بردباری درستره، رو بردباری میره و دونه به دونه این خصایل الهی تشریح میکنه. و بعد comes the painful bottom line که ما باید مثل هشم باشیم، همونش که عقبش برو خوب انقدر صبر داره و بردباری داره و شکیبایی داره. This is something that we need. خصالش 13 تا بله که اینها رو باید مثلا وقتی اونجا میگه شعر اما میگه، شعر اما که میگه، میگه که حقادش برخو شعر اماست، یعنی خداوند نیست که بس که با ما نسبت داره، همین که ما میگیم اسرائیل و بود چو برخو ورکت قطو خطو، یعنی یک نسبت فامیلیه. اونجا ربی موش کردوه رو چیز مشهورش هم میگه که میگه یک اسرائیل باید بدونه که با تمام اسرائیل دنیا نه که فقط نسبت داره، یعنی نشامای هر اسرائیلی تو خودش، تو اون نشامای یک جزی از نشامای همه اسرائیل دنیا هست. یه و هفتال رخ کاموخه ایتس لیترالی چن خودت هستی. وقتی اسرائیلی رو دوست داری چون جدن این نشاماتون با هم دیگه مشترک، یعنی جزی از نشامای این تو نشامای توه، جزی از نشامای تو هم نشامای اونه. So it literally, وقتی میگه وقت داره خواهد کاموخه، یعنی وقتی خود رو دوست داری، you're part of you is in this person. And on, it's a beautiful, beautiful book. ما اینجا تو کلیسا چند دفعه... سفر تومر دبوران. Right. سینزر. I think it's a Feldheim book, نه؟ چیز شد؟ بله. سفر تومر دبوران. من نمیدونم. نمیدونم. I don't think... یعنی شگن اون هم نسبت به دین خودشون هم... I doubt it. It's a doctrine of imitation of God. Okay, very good, very good. Islam for sure injured is. سنیا و شیعه داره همدیگه را کشت و کشتاره. ولی از اون طرف نگاه بکنیم یک اگزمپلی که ما خودمون شاهدش بودیم که چطور بعد از انقلاب تو ایران میدین چقدر خانواده های اشکنازی آمریکا که اصلا نمیدونستن تو اسرائیل، تو ایران اسرائیلی وجود داشته، خونه هاشون رو باز کردن، چقدر بچه ها رو بردن خونه هاشون. ما هنوز که هنوزه ای تپت دفعه میرم یه عروسی، دفعه میرم یه آمریکایی اونجاست، میگم فلان تو باید، میگه آره من وقتی از ایران اومده بودم من چند ماه یا چند سال خونه اینا بوده، اینا مثل بچه هانو بزرگ کرده تر حالا اونه نگاه بکنی. و باید بدونی تو کریسیانیتی هم میدونیم بین اینا خیلی مثلا بین کاتولیکا و اوانجلیستا اینا مثل کارد و اسلخونن، ولی ما تو اسرائیل we have 12 شباتیم و همم دریز عبت اسرائیل. همونطوری که مثلا ببینین، همونطوری که مثلا بعد از انقلاب اینا جدن به ما I was involved in it، چجوری خونهاشون رو باز کردن. ما بعد از انقلاب خیلی خیلی بچه ها آمدن آمریکا بدون پدر و مادر، اوائل اینجوری بود دیگه. من یک کشورم شما من بردید از نیویورک به بالتیمور. I was just going to say that ما اتفاقا چیز بود اینا، مثلا اینا آمده بودن خیلی چیزی اینا، مثلا یه باسلود من یادم از نیویورک اومدن تو بالتیمور. خانم سکرتر نه، خانم سکرتر هیچ وقت سکرتر من نبود، شما از باس رایت سو می فرماین که بعدن میگن که جدن این همه خونه هاشون رو باز کردن یکی یکی، اصلا امیزی. تنها خونه هم نبود و ما ایرانی ها بیدید the same thing. ما ایرانی ها ببینید تو الان اینا تو جنگ جهانی دوم دریز اصلا کتاب نوشته شده تو اسرائیل راجع به یلده تهران. یه کتاب اصلا بخونید یلده تهران، شاید گوگلش کنید کتاب نوشته یلده تهران، یعنی the children of تهران. یعنی چی؟ توی during the holocaust یک قطار پر بچهای یتیم، بچهای اشکنازی از اروپا، اینا منم از طریق روسیه این ور اون ور اون ور میان به end up میان ایران، میان ایران. نمیدونم کینا را برد ایرانی دانا اینا میان اومدن تهران. جویش کامیونیتی تهران اسرائیلا از اینا مثل بچه های خودشون چیز کردن، سرپرستی کردن. واسه چند سال نیست که اونجا بودن، طرف های بهشتیه واسه اینا جا چیز کرده بودن اتسترا. انفورچونتلی خیلی از این چیزهای خالوت اومدن اینا را از اینا. من پدرم خدا بیامرز تعریف میکرد که چجوری شب کیپور این بچه ها خیلیشون از خانواده مذهبی بودن، اینا رو سوار اتوبوس کردن. این خالوصی های غیر مذهبی، خالوص دو جور بود، شب کیپور دارنشون سینما بگذاریم. ولی جویش کامیونیتی ایران از اینا جدا پذیرایی کرد که اصلا همتا نداره،
و بعدش هم کارشون درست کردن، همشون رفتن اسرائیل. خیلی از اینا الان تو اسرائیل میدونین تو مقامات خیلی بالا هستن و همشون یلده تهران با هم ریونیون دارن. سو ایتس اول اوور. وی هاف اون احبت اسرائیل بابش که مثلا اشکنازی، سفارادی، شواتی مختلف. این همش که چیز میگه به مشکل کلدوبر میگه، چون هر اسرائیلی وقتی میگه شعر تو همین تو ناوی میگه شعر، اما ربی موشه کردوان میگه ایتس ان ریل سنس. هر اسرائیلی باید بدونه تو نشامای خودش، نشامای میدونه این چیز نداره مکان و اینا که نداره که چقدر سپیس بگیره و اینا راید نشامه سوابش بره خود. بنابراین میگه هر اسرائیلی تو نشامای خودش یک جزء از نشامای اسرائیل دنیا رو داره. مثلا اندم میره مثلا بعض وقتا میره مثلا توی جمع میگه این اسرائیل اصلا نمیره یه احساسی داره and then you say yes right. سو اینا همش از اینجا میاد. میگه که نه فقط یرآ و لالخت بخول درخاب میفهمه، یعنی این پاسخ است. لالخت بخول درخاب یعنی ما باید خصوصیات الهی ها یاد بگیریم و بعداً اینا رو پیاده کنیم تو زندگی خودمون. تو گمان میگه مهو افتا، مهو افتا، یعنی ببین خداوند چه خصوصیاتی داره، اینا رو تو زندگی خودت پیاده. و بیشتر از همش این کتابی که بخونیم تکیه رو کامپشنه، چه خداوند چقدر سولانوت داره، چقدر رحم داره، میبخشه. یعنی میبخشه که بخشش یعنی نیست که کانسیکوئنس نباشه. هاشم صبر داره. شاید طرف تشوبه کرد، شاید طرف تشوبه کرد. آن. تو زهر قدوش میگه، خداوند برای انقدر صبر داره. مثلا این نمونه که تو زهر میاره، میگه نگاه کن، یاروبان به نواد کفر میگفت، کافر بود. و همینجوری داره کف میگه هاشم کارش نمیکنه، هاشم صبر داره. ولی لحظه ای که میخواد ناوی هاشم ها چیز میکنم، ایدو هنوی بود اشتباه نکنم، رفته بود بهش موسار بده، لحظه که دستشو بلند کرد که میخواست ناوی هاشم بزنه، دستشو هاشم خشک میکنه. زوهر میگه خب چرا هاشم میخواد، اگه هاشم میتونه دست اینو خشک بکنه، چرا وقتی داشت کف میگفت دهنش منجمد نمیکنه؟ میگه نه، اولش برو خوب واسه بندگانش، به خودش که مربوط میشه خیلی صبر داره، ولی واسه صدیقینش نه. یعنی واسه صدیق وقتی میخواد ناویه بزنه دستش خوش میکنه. اصلا این امیزینگ استوری. تو ناویه هست تو دستش خوش میکنه، بعدن تفیلا میخوره به هاشم، به مرتبه برمیگرده واسه همون آش و همون کاسه، به مرتبه کفر شاید دست میگیره. ولی وقتی به خودش که میرسه اون خیلی کامپشن داره، صبر داره. و موش کوردوور میگه این خصوصیتی که آدم باید بیشتر از روش باید روش کار کنه، که هم تالرنس نه فقط واسه بچه‌هاش تو بزرگ میشن و تینیجر میشن و بزرگ میشن و بالغ میشن، زن و شوهر واسه هم دیگه تالرنس داشته باشن. میگن میدونین ازدواج به عبری میگن نیسوئین، به عبری میگن براخه، که میگیم براخه نیسوئینه دیگه، نیسوئین. چرا ازدواج نیسوئین خونده شده؟ لاست به عبری دو تا معنی داره. لاست به عبری یک معنیش میشه رام و نیسا، بالا رفتن، اوج گرفتن. چنان زن و شوهر از ذر نشاما چیزی میتونیم با همدیگه یکی تنهاست، با همدیگه که هستن اوج میگیرن. ولی از اون طرف نیسوئین لاست معنی حمل کرد، تحمل هم هست. You have to tolerate each other also. It's a beautiful, you know, همون کلمه هست. نیسوئین همیشه رام و نیسا میراشون بالا، ولی همینطور، ولی لاست به عبری معنی چی داره؟ مثل که مثل لیسبول هم هست، که to tolerate each other also. موری هست اینجا بگو یه سوری هم حوصله باید بخرج اطلاقا یکی از یه رفت من بعد هم شبات میگفت رفته بود یه عروسی، بعدا دیدین آهنگای مختلف میزنن وقتی عروس دوما they are walking down، بعد میگیدیم وقتی داشتن چیز میکردن دفعه یه آهنگ عبری پاپیلار جدید هست، میشه مأمین لومه فخه شنیدی ها؟ کسی که امیدواری نمیترسه میگه داشته این آهنگه رو میزدن واسه یعنی داماد نترس میشه مأمین لومه فخه. و من اضافه کردم رکت خماتوی خبت، فقط به مادرزنش احترام بذار. شما درست میشه مأمین لومه فخه با شهامت میره زیر خوب مادر زن احترام بذار باقیش با خود اگه به مادر زنشون احترام بذارن دنیا ما میگم دیگره میشه معمین لوم فخر رک بیتنای شد خماتو یه خبد
anyway, so اینه همش حالا so لشمور so و بعد یه پاسخ بیان بریم بعدا بریم سر مفاشیم هن لهشم لوکخ هشمایم وشمه هشمایم ها آرت خلاشر با دیگه ببین هقدوش بارخو تمام آسمان ها و کهکشان ها مال خودشه همه ملاخی بینه همش فرمان بردارشن و مشکل رو داره میگه این لحشه ملوکه خواه حالا میبینیم شمایم چیه شمه شمایم چیه رک فقط باید بدونی به عوته خواه خاشق خشه مشکل رو میگه ببین ولی این جریان ما با حقادوش بخواه ایت لاف ستوری رک به عوته خواه و اون چی به خاطر ابرامس های عقابه حقادوش بارخو عاشق ما شد به خاطر ابرامس های عقاب رق به عوته خواه خاشق هشم لأهوا اوتام یعنی عقدوش برخو اینا they loved عقدوش برخو البته این ایتس برعکسش وقتی تا وقتی انسان متوجه نباشه که چقدر خداوند دوستش داره هیچ وقت آدم عاشق هشم نمیشه واسه این بارها عرض کردم ربی عکیوا ایگر میگه که همیشه قبل از اون که بگیم و آهفتا که ما باید خداوند دوست داشته باشیم اول حرف از عشق خداوند به ما میزنه شخرید میگیم چی باروخ حتی هشم اوهب اتما اسرائیل برخا میگیم خداوند ما داریم برخا میگیم تو ما رو دوست داری بعد میگه به هفته بعد میگه متوجه هستی که ما باید هشم ها دوست داشت شب هم همینه احوات الله هم هفتان و خداوند و یولا اینا تا آدم ببینیم بشر تا اسرائیل به این امر واقف نباشه که چقدر خداوند دوستش داری هیچ وقت نمیشه حتی انتظار داشت که بیاد خداوند رو دوست داشته و اینجا میگه که مشربون میگه این اصلا ایت استارتد رغ به اوتخ خشق هشم لاهواوتا مقدوش برو خوب همون تو در هشم رمخال چیز میکنه رمخال خیلی قشنگ راجع به این صحبت میکنه که چطور مقدوش برو خوب همینطور دنیا رو گذاشت بگرده و بگرده این گادلس ورلد تا ابراهام اومد ابراهام بن علی شالوم خداوند کشفش کرد اومد و خداپرست شد و وقت و خداوند چیکار کرد از اون وقت بود که مثلا بذرهای اترنیتی از اونجا چیز شد یعنی اون مثلا یعنی خداوند اومد چیکار کرد در دوره ابراهامووینو اون دوران فریز کرد هر به اصطلاح امت یا به کجا چه پتانسیالی رسیدن و در اون حالت اقدوش برخو ابراهام و نسلش رو انتخاب کرد به عنوان قوم منتخب حالا راجع به این صحبت میکنیم و بقیه ملل they became secondary right اسرائیل became number one عقدوش بر خداوند یک دفعه دیگه هم به ملل دنیا این امکان رو داد که بتونن بیان به درجه اسرائیل برسن که وقت متن تورا exactly وقت ده فرمان که اونجا دو مرتبه عقدوش بر خود رفت و تورا را ارائه کرد به ملل دیگه و دو مرتبه اینا ریجکت کردن right ولی سی وی هاف تو نو و یخر به زرعام اخرهم باخن میکل عمیم کیوم از نقادوش برخو نوشته مشربینو میگه و یخر به زرعام خداوند انتخاب کرد ما اسرائیلات وی آر ام نفخار وی آر چوزن پیپل رایت داره میگه و یخر به زرعام اخرهم باخن میکل عمیم کیوم از که نقادوش برخو شما را انتخاب کرد از تمام ملل دنیا We are right. ببین اینو بیانم میگن. اینو میگن chosen people. Chosen people. البته chosen people. واسه ما فقط تو این دنیا فقط responsibility داره. هیچ خاص چون ما اسرائیل ما نجات پرست نیستیم. ما تورا پرستیم. یک غیر اسرائیلی که بیاد جدا sincerely تورا رو قبول بکنه با اسرائیل هیچ فرقی نمیکنه. Right. ولی این concept of being chosen people. من دارم یکی از نوارای ربوبای مرزاتل گوش میکنم راجب تیشا باب صحبت میکنه میگه یکی از چیزهای اصلی تیشا باب اینه که we have to realize we are امنیفخار that we are chosen people چون بتا مقداش right بتا مقداش چی خونده شده؟ بتا بخیرا خونده شده بتا مقداش بتا بخیراست یعنی بتا مقداشه که به ما چونده که we are chosen people و میگه جدن تا وقتی اسرائیلا right به این کانسپت چیز نکنن که we are chosen people میگه you cannot be a Jew و دو مرتبه it doesn't mean که بگم اینا آدم نیستن خاص و خالیلا و عکس ما وظیفه داریم که باید ملل دنیا رو ما باید ارشاد بکنیم و تمام این که میدونیم مثلا رفتیم گالوت به خاطر اینه right تمام این که اسرائیل رفتن گالوت
چون وقتی اسرائیل دوباره در ما وقتی اسرائیل در زمان داوید ملک شلومه ملک اسرائیل در قله میدونید موفقیت و از نظر اسپریچوال همه چی بودن دیدن دو جا که لایت یک نوری باشن اورلامیم نبودن مثلا شما بگو آه ای دونت دو ایت چکار تو میکنم پراکنده میکنم مثل گویی بین ملل واسه چی؟ for this purpose ما رفتیم تو گالیوت دقیقا واسه که میشنمون رو انجام بدیم و این کار کردیم وقتی اسرائیل رفتن گالیوت اون وقت بود که میدونین اسلام مسیحیت همه اینا همش به طرف خداپرستیه و اینا از ما دارن اینا خودشون هم قبول دارن دیگه من چیز خاطرات همین هراب اسرائیل میر لا راب راشی اسرائیلی که میخونه قبلی میخونم میگه وقتی رفته بشه پاپ همین پاپ جان پول گفته بود اینا we all believe که میگه داره پاپ داره میگه که یهودیت مادر همه مذاهبه همه مذاهب خداپرست مادرشون یهودیته و خیلی جالبه کتاب کنم به انگلیسی هم ترجمه شده ریدت خیلی جالبه اونجا میگه وقتی رفتم پیشش گفتم میگه به پاپ گفتم من یک داستانی شنیدم میخوام بسر تعریف کنم میگه من یک داستان شنیدم شنیدین اینا که میگه که بعد از هولوکاست یه خانواده مسیحی که بچه های اسرائیل پیشون چیز کرده بودن رایت بعدن میان پیش بچه ها میانش پیش پریست که اینا رو بپتایز بکنه غسل تعمیدشون که مسیحی بشن و پریسته به اینا میگه که میگه این بچه از کجا اومده چون بچه دار نمیشد این بچه از کجا اومده میاره این بچه از اسرائیل ایناست میگه من اینو تعمید چه شنو قصش نمیکنم میگه این اسرائیل نمیتونه قصش تفرق بخواد این پدر یتیمه میخوای قصش نمیکنم بعدا میگه رویلا میگه بهش گفتم میگن این داستانه تو پریسته تو بودی درسته؟ پاپ میگه آره میگه این تنها کیس نبود اسمش هم میاره شخنا هلر اسمش هم میاره به بچه هم این الان تو برو پارک زندگی میکنه پسره و این بچه که میخواستم غصه تعمیدش بکنه اسمش شخنا هلر He lives in برو پارک آره این بچه اینا این چی بوده؟ وقتی پاپ قبول نمیکنه بعدن این مادره میگه آره این مادرش یه نامه به من داده بوده گفته بود اگر ما برنگشتیم از چیز این نامه رو بفرست به آمریکا اینم وقتی اینه چیزش نمیکنه نمیخواستش تو نامه رو بفرست به آمریکا خانواده این پسره تو سیلور سپرینگ تو میلند زندگی میکردن خانواده هلر اینا میان و زود چیز میکنن و بچه رو میارنش آمریکا مثلا مسیز من چون مسیز هم رفته تو سیلور سپرینگ مرسی استرالیا و یشیبا و الان تو چیزه تو برو پارک زندگی میکنه سو چیز پاپ قشنگ اسمش رو میدونست همیشه هم میدونست میگه آره you're talking about شخنا هلر که الان تو بروکلین زندگی میکنه و این تنها بچه نبود میگفت من چند تا از این کیسا بود right. که جدا میگن اصلا این که پاپ شد و این چیزی میگن زخون هشم بشه بازو شد بشه سنتر هی واز مینی رفت اسرائیل میدونی رفت جلو کتل معراوی مزرعه خواهی که خیلی آدم رایت سو یو سی این اتفاقا راجع به همین جریان که صحبت میکنی من شبا جا عرض کردم تو همین هولوکاست خیلی کیسا بود که مثلا بچه های مذهبی ها گفته بودن بدونیشون به ما اینجوری سیو میشن بچه ها گفته بودن نه ما ترجیح میدیم بچه همون کشته بشه و مسیحی بزرگ نشه حالا این واسه بچه های مذهبی بود ولی من چی میخوندم توی مقاله که یه آدم یه کمونیست کافر اسرائیل یه کمونیست اسمش هم میاره که میبینم تو گتو ورسو اینا بهش میگن ببین بچه ها تا بدونم فلان جا یه شهرکی هست بچه کوچیک دو میذاریم اونجا سیف بشه این کسی مذهبی هم نبودیم میگه نه من بچه من اسرائیله بچه من اسرائیل من نمیخوام بچه اگه قراره بچه من مسیحی چیز بشه ترجیح میدم که اینجوری با بقیه اسرائیل کشته بشه و مسیحی نشه خیلی اصلا میگه رکاتخ ملعا کاریمون تو چیز هست تو شیرشیری میگه رکاتخ ملعا کاریمون که داراش بینه تو گمارا افیلو رکانیم شباخ حتی یک اسرائیلی که فهم میکنی توهیه رکانیم شباخ ملعین میتسوات کاریمون پر از میتسوه هستن مثل یک انار اینجا دن زخوت قبل از تیشا با آف ما این چیزا رو میخونیم ولی باید بدونیم که داشته صحبت میکنم ولی ببینیم رو بایم برگذار به تمیق داشت به خیرا خونده شده
به تعمیق داشت سمبول این بود که همه دنیا میدونستن we are the chosen people. شخینا یعقوبش برخو فقط تو به تعمیق داشت ما سی جای دیگه نیست. همه اینو میدونستن. واسه این رومبرگز اصلا میگفتن یکی از رایت چیزهایی که هولوکاست باید به ما یاد بده این دقیقه و تو دیشاباب رو اینه we have to realize that we are اگه if we are not chosen people چرا بریم جونمون رو فدا بکنیم اگه جدن اوکی آقا عیسی به دین خود موسی به دین خود پس چرا نریم بریم مسیحی بشیم خیلی راحت تره right if it's all legit متوجه هستی if it's all the same right اینقدر ما میلیون ها کشته دیم برای چی right obviously we have to realize that مشاهمون داره میگه و یفخر به زرعام اخرهم با هم we have to yes ما we have all the respect for non-Jews ما میگیم واسه اینکه آدم به علما برسه لازم نیست چرا باشه میتونه اینو keep the seven go to heaven بارا گفتیم keep the seven واسه غیر اسرائیل ها هفت تا میتوان نیاد دارن that's it اونا هم یه علما باکی میگیرن right ولی اینو ولی it's not ولی being اسرائیل بودن it's a different league مشابهون داره میگه اینا خودشون هم میگن میدونن همینجوری میگم یه دفعه با آقای ماغن 120 ساله باشه ما رفته بودیم واسه مدرسه پول جمع کنیم یه دفعه دیدم تو ورنن یه جای گم شدیم نمی‌دونم کجا بریم من میشه گفتم آقای ماغن این چیزا نمی‌بینی UPSA اینا خوب همه دایرکشن رو بلدن رفت زود چیزی که طرف اومد و راهنمایی که بعدید ما نشسته بودیم تو ماشین گفت واه یو جویش بعد اومد گفت اینو گفت یو آر دی چوزن پیپل ما در ماشین گفت یو آر دی چوزن پیپل You are the guys, God's name. Ambassador. نه آره میگفت شما مزمی جمعی میگه تخم چشم عقلش برو خواهد شما. I mean, I'd never heard it, like, ولی سی, they know, you're the chosen people, ولی واسه همینم دشمن ما هم هستن. حسادت هم هست. یه گارد خونه ما سیاه این چورده. روزای جمعه صبح که من بیرون میام میگه شبات چلو نمیگه گود شابت میگه شبات چلو اوکی very nice و یفخر به زرعام داره میگه و یفخر به زرعام اخرهم باخن میکل ها امین کیوم هزه کیوم هزه میگه الان میبینیم اینجا منظورش که it's always یعنی چیزی نیست که ببینید چون چیزا میگن میدونین مسیحی ها اینا میگن یا مسلمان ها اینا میگن بله you guys were the chosen people شما آره نیگه اونم قبول دارن میدونین اونم قبول دارن مسیحی ها مسلمان هم شو قبول دارن که تورای کتاب آسمانی ها دیگه تورا دشمن مونه رای اینا قبول دارن و میگن آره ولی اقا دوش بخون چه اینجور چون خوب نبودید شما را عوض کرد بگیرم خب داستان اون مسلمان ایرانی که به من راید داده بهتون بگم که دیجوی از بهتر از من بگید زرد بشه نه چیزی نداره مسئله که بود 77 بود بکنم داشتم چیز داشتم از ایران شاه میدونی سابسیدایز کرده بود بلیتا را 200 دلار 220 دلار چیزی بود از دو سره دانشجوهای ایرانی برن ایران رو برگردن سو من وقتی برمیگشتم نصف شب رسیدیم جی اف کی خود برم بالتیمور از اونجا 400 راست دفعه یه مسلمان ایرانی بود دوستش اومده بود برعکسش می‌خواست برن میامی گفت را ببین با هم دیگه من یه کلاشاپو چیز پوشیده بودم گری رنگ بود و اینا نمیدونم طرف اومد و سوار ماشین شد و گفت من میرسونم تو راماس تو رام میبریمتون رفتیم هی حرف میزدیم از این رو از اون رو هی راجب شاه حرف میزد و اینا چیز اینا میکرد بعد یه دفعه رسونش به اسرائیل که اسرائیل اینن و اسرائیل اونن و حالا واویلا منم نصف شب تو این ماشین حالا هم کجا خود برای برای تو بالتیمور نصف شب اینا یه شیوه ما it's out of town یه کمپس beautiful huge sign near Israel rabbinical college به عبری به انگلیسی یعنی گفتم کاش بشه که برای داونتاون گفتم سکنن دفع شده اونجا پیاده ایچه زیده نزدیک های مریلند تشدیم گفتم by the way من کلمه هم یه دفعه میدونی یک سکوت چند لحظه سکوت چیز شد بعد یه دفعه گفت بح چه قشنگ گفت واسه اینکه آدم یک مسلمان خوب باشه اول باید یک یهودی خوب باشه
بعد یک مسیحی خوب بعدن this is the evolution گفتم اوکی یو رایت سکسس شما نارد نبود نه ولی آره نه برو خشم اینا کنم کنم هم یادم رفت دیگه زخش گزیم زود بیاد anyway ولی یادگاری دارتم ولی منظور نه اینا the belief اینا چیز دارن که we are the only people that هقدوش بارخو spoke to us they believe in that they believe Torah is God given they believe in it منتها میگن چی؟ میگن آره دیگه شما بودید منتخب ولی وقتی که از را به در رفتید هقدوش بارخو شما را زد عقب ما را گرفت ولی مشربونه واسه همین میگه چی؟ میگه کیام هزه میگه ویبخر به زرعام اخره هم باخم میکل ها همین کیام هزه کیام هزه مثل امروز که ما داریم توره رو میخونیم یعنی این چیز قابل تغییر نیست یعنی تمام چیز شباب هم همینه ببینید چرا قدوش برخو قد گیسوریم سر ما میاره؟ چرا؟ جدن چرا؟ هیچ کسی هیچ امتی انقدر گیسوریم سرسلا نداشته به خاطر چی یکی از علنشه چون هقدوش برخو is stuck in this relationship ما عشم میتونم عشم ما رو با قوم دیگه عوض نمی کنه there is no get تو این relationship طلاق وجود نداره واسه این هقدوش برخو تنها چاره که داره که به ما گوشوالی بده that's the reason برای تیشا باب اینه تمام تیشا باب تمامش که ببینین اینا it's by hook or crook خود تورا هست اگه تو راه چیز نمیدونی شما میگه اوکی اگه نرا قبول اجرا نکنین من شما رو ول میکنم میرم یه قوم دیگه میگه همچین آپشنی نیست هاشم میگه گوش نمیکنین آدمتون میکنم that's what it says داره میگه به فروش بله چرا هاشم به ما قدرت نمیده به همه که به جای این چون مشربه نگفت هکل بیده شمای خود میرد شمای همه چی دست هاشم وجود میرد شما دست ماست اگه نما چه چیزی دارید ولی اینا تو ببینید اینا چقدر کسا تو هولوکاست میگن آقا تو هولوکاست ما نازی نمیدیدیم ما پاسوقای پاراشوت کتابا رو میدیدیم ماش کسا که من I've heard it from Holocaust survivors گفتن نازی چیه هیتلری مخشما اینا چیه اینا پاسوقای کتابا اش مگه نگفته اونجا اگه چیز نکنیم از سرتون هستر پانی مگه نمیشه اینا میگن چی میگن هاشم کجا بود تو هولوکاست هاشم کجا بود تو توره نوشته خدا من گفته من رومات شما میپوشونم نوشته what do you expect 3325 سال پیش هقدوش بارخو تو توره گفته هاشم گفته ببین اگه شما تو راه من نباشی و آنوخی هستر پنهان کردن یعنی چه میگم خدا کو that's what it is به جز این it's ماماش it's out right تو توره است هقدوش بارخو گفته ببین اگه به خوب قطعی لطله خوب اگه ببینید اینا رو لطوف را خمه می سکردن برای خوبی خودتونه ولی تو خود همون تورا هم گفته ببین اگر شما تورا نباشین از اون جایی که همچین آپشنی نیست که من شما رو ول کنم برم یه قوم دیگه رو بگیرم من چی میشه؟ آنوخی هستر اصلی هر کس بهتون گفت پس خدا کجا بود تو هولوکاست این اتفاق افتاد که تومی لپید به کی به همین رو بای لاو میگه بهش میگه که میگه همین تو گفتم ویدیوش هست کجا بود وقتی پدر منو بردن آشویتز هاشم کجا بود اونم بهش میگه تو تورا گفته وانخی هستر هستی با دی وان فرام هگ 3300 سال پیش هقدوش بارخو گفته ببین اگه تو چیزی نباشی من روم از شما میپوشونم یعنی چی یعنی من از شما برمیگردم یس ام نات گونا بی دیر ام گونا لت یو وک یا همه کار بکنم تو تورا باید شور اینا همش اینا دیگه حالا انشالله هفته دیگه از شیواد نخماتا شروع میشه این هفته آخر پور آنوتا بود بعد میریم سر تسلیه ها ولی ببینید this is it انشالله که ببینیم که ما برگردیم به طرف هاشم از رو عشق نه از رو ترس ولی اینا هست اینا همش تو توراست اینا همش تو توراست هیچ چیز همه اتفاقاتی که میبینیم تو هولوکاست رو افتاد همش تو توراست داینا اتفاق قشنگ میشه میگه بهش میگه هاشم کجا بود؟ هاشم اونجا نبود. هاشم چشمش پوله. چرا تو تورا نوشته؟ تو تورا هاشم گفته if you do not follow my Torah and mitzvot و آنوخی از چجوری دیگه میتونی؟ آنوخی هستر هستیر. من I'm gonna look away. لذت بذار بذار هر کار میخوام بکنه. Free choice داره. انسان free choice داره که وحشی باشه مثل این مخشمام اینا. Anyway, so
This is what ولی اینا این روششیوا خیلی رو این امر میگه که اینجا یکی از چیزهای کشباف دقیقاً همینه که ما بدونیم و ویبخر خداوند ما رو انتخاب کرد به تمیق داشته که ما قد سوکی خراب شده به تبخیراس به تبخیرا یعنی وقتی به تمیق داشته بود میدونین تو دنیا شکی نبود که اینا شخینه عقدش برو خوب بین اسرائیل هست و عقدش برو خوب به ما این بخیرا بودن chosen people بودن به ما میدونین رسالت میده الان هم همینه الان هم ما تو تاریخی بین گویما زندگی میکنیم باید قلوششم بکنیم شدن چقدر باید چیز کرد مثلا تو چیزایی میدونین طریقی که دارم تو بیزنس باشون میکنه تو هر چیز دیدم تو مقدر شمشامه هم میدونم بعد اسم خداوند تقدیس کنیم که this is the purpose right being chosen people عرض کردم تو این دنیا فقط واسه ما responsibilityه هیچ چیز دیگه نداره همه چیزش علام عباس right البته باروخش Torah lifestyle gives us good life in this world also ولی از نظر ریوردهای گشمی و چیزه اینا فقط واسه ما فقط مسئولیت مسئولیت و اون مسئولیت هیچ که we need ما باید قدوش هشم بکنیم باید اسم هشما خشما رو فرستاده تو گالوت مقوبالی باید میگن مقوبالی میگن کلمه گالوت از چی میاد؟ از گیلوی میاد گیلوی میشه unveil کردن آشکار کردن یعنی قدوش برخود مقوبالی میگن که نیتوسوت قدوشا بعد از خطای دمارشون تو تمام دنیا پراکنده شده ما میریم اونجا و این نیتوسوت رو چکار میکنیم؟ unveil میکنیم unearth میکنیم گلوت میلشون گیلوی گیلوی میشه انویل کردن چجوری؟ نه فقط با تورا و میتفوتن تورا لایف ستایل بلکه با باید ما چی باشه که خداوند میگه من میخوام اسرائیل اشهر بخواهید پایر من میخوام به شما افتخار بکنم میخوام به شما افتخار بکنم و گان میویل نمیگه که قبض که مشیخ بیاد براتون عرض کردم قبض که مشیخ بیاد یک طریقی که اسرائیل قیدوش هشم میکنن اینه که دیاگون اکسل این ساینسز تو علوم مختلف میگه ما که اینکه میگه مماش میگه گان میگه میگه که اینقدر آدم نگاه میکنه قد اسرائیل ها جایزه نوبل گرفتن قدوش هشمه قدوش هشمه این کره ای واسه چی میخواد تلمود بخونم یعنی ما there is something special about you guys we see contribution که اسرائیل کردن تو ببینید تو تب تو نمیدونم تو علوم مختلف تو همه این همش قدوش هشمه so this is part of this purpose of galut galut میگه شون گیلوی گیلوی کردن به سبب شخینه را به ملل دنیا و این خر به زرا مخره هم باخه میکل همین کیوم هزه حالا که کلی این جریان رو تا دیدیم یه خود بینیم دقیق تر توی نخ پسوقیم که هن لحشم الوکه خرشامعی میفرماین که این که عقودش بارخو همجور گفتیم از ما چی میخواد هکل بیده شامعی خود میرد شامعی نمیدونم یادتون گفتم یا نه این چیزه را فیمس از چیز هست از رجب بریسک راو میفرمایند که تعریف میکنن که رب یوسف رب یوشا بر میبریسک یکی از دفعه میره این یوم یشیوا داشته چقدر تلمیدیم داشته میره یکی از تلمیدیمش برمیخوره میتونم فقط تعریف کردم اینم بعد میره اونجا بعد از سالها تلمیدش دیده بودم میگه فلانی right. What are you doing? چیکار میکنی؟ اینم میگه آره من اینا وقتی ازدواج کردم پدرزنم اینم کارخونه شکر داره من تو کار تو رفتم تو کمکش میکنم اینا اون باز میگه چرخی میزنیم دو مرتبه بهش میگه تو چیکار میکنی؟ اینم دو مرتبه میگه بیشتر توضیح میده دفعه سوم میاد یه همه میگن واویلا شاید روششیوا چیز شده سینال شده میگه کودارا من جوابتون میدم میگه نه تو سوال من که دو مرتبه سوال تو سوال منو نمیفهمی من نپرسیدم خداوند با تو چیکار میکنه اینا که موفقی تو بیزنس که هشم با تو میکنه اینطور گفتم تو چیکار میکنی یه چامینه چطوره چون چیزی که دست دادم یه چامینه تو داری به من میگی که خداوند با تو چیکار کرد چیکار کرد اینو به داده اونو به داده من دارم میگم تو چیکار میکنی میخوام راجع به یه چامینه درستم چجوری تورا میسوز نگه میداری نه سنگ دوید مشابه رو میگه که چی؟ میگه ببین تنها چیز که هشم از تو میخواد یا هشم همه چیز دیگه دست خودشه If you're successful in business, it's that you're doing This is Hashem I'm asking what you are doing, right? خوشق مثل عاشقه خشق میشه عشق اونجا هم یعنی عقدش برو خوب
عاشق چیز شد که دوست داشته باشه اجداد ما رو به عواطخ هم. سو اینجا میفرمایند که این حالا این که وقتی این تداومه اون چیزی که وقتی بگه حوادش برخو از ما گیرد چون من میخواد میفرماید هل لحشه ملوکه خشامنگ که حوادش برخو تمام ملاخی ما اینا رو داره راید هل لحشه ملوکه خشامنگ شما عشامنگ و کولم روتین کابود نشما همه اینها کابود میدن به حوادش برخو تمام این اجرام آسمانی هر بخرخ شنو تاریخ لخا رکمش و موکلش دو توفلخ یعنی بدون هشم از تو there is nothing that you could do that you're going to give something to Hashem. Hashem از تو چیزی نمیخواد. هر یه برای خود لطولخ واسه Hashem نیست. Right? مشابه رو میگه. میگه ببین اقا دوش برو خود تمام همه چیه داره. Right? هل Hashem الکه خشامیم و شما هشامیم فلان فلان. بعد میگه خداوند چیز تو شد چیز شده برای چی؟ اینا که انجام بدی برای کس واسه Hashem نمیکنی. هر گلی بزنی به سر خودت زدی. لطولخ پاسخ 13 لشمور ات میتوت هشم وطوغتاب لطوف لخ بدون تو واسه هشم هیچ فیوری نمی کنی whatever تورا میتوت هر کار میکنی لطوف لخ برای خوبی خودته چرا؟ که بابت خیلی خشق هشم رایت که هوا دوشبار خوب به خاطر اعمال نیک اجدادت اونا رو نسلشون انتخاب کرده واسه همین هم میدونین ما همیشه لحش رو شروع میکنیم با چی؟ الوکه ابراهام، الوکه اسحاق، الوکه یعقوب رای، تماماتون رو عرض کردم چه عجب اول لحش همیشه می خداوند تو خدای ابراهام تو یعقوب هستی؟ خافت خیلی میگه یه نفر یه نمیدونم یه چیز بهش به ارث میرسه یه ساختمان خرابه به ارث بهش به ارث میرسه میره پیش یه بانک میگه ببینیم به من میخوام لون بگیرم میگن لون واسه چی میگیری؟ میگن که واسه این ساختمانه اینا میرن ساختمان رو نگاه میکنم یه ساختمان درب و داغونه اصلا همه هوملسا ریختن توش و فلان اینا میگه روی این ساختمان ما هیچ بد لون نمیدیم میگه نه اینجوری نگاه نکنین من برنامه دارم این ساختمان رو اینکاریش کنم آرشیتکت گرفتم میخوام اینم هتل اینم چی بسازم فلان اینا اون اون راحت اینجوری نگاه نکنین به ساختمونه اینا بهش لون رو میدن اینجا ما به بچه میگیم خدای به ما اینجوری نگاه نکن ما بچه ابراهیم زایعقوب هستیم ما خیلی برنامه داریم ما ببین ابراهیم سقام کجا رسیده بودن ما هم بچه های اونا هستیم کردیت به ما به حساب اونا کردیت بده به ما نگاه نکن به این ساختمان خرابه اینجا رو میشه بهشت برای نش کرد سو اینجا میگه که چی؟ و این خر به ذرا مخره میکنه همین ولو به اشمال ولو به حساب اینا هم ملبین میگه رمبان میگه یه عقدش برو خوبه اشمال و حساب هم اینا میدون اینا هم خون ما تو جریانه اینا اشمعیل پدرش ابراهام آوینوه عصاب بچه عصاب و رفقه هست ولی از بین این عقدش برخو ما رو انتخاب کرده سو کی میکل همین ولو به اشمعیل ولو به عصاب به عبور شعته میفخار زرعام ولخن و ملتمت ارلت وفخم و بنابراین اینجا وقتی میگه که میگه اینجا بعدن میگه که اون ملتم اتکیانی بیاد نامختونی قلبتونم به سلام ریموف بکنید منظوره که میرین چی باشید؟ مثل ابراهیم زیعقوب باشید you should be similar to them حالا what is هشامیم و شمی هشامیم اینجا چند تا عقیده است رمبان میفرماید که شامیم پروشو ها گلگلیم اشیر با هم اکوخاویم رمبان میفرماید که ما یک کهکشان هایی داریم که توش ستاره هستن و بعد میگه ماورای اینها آسمون های دیگه است که اصلا ستاره هم توش نیست سوزید شامعین و شمه هشامعین رمبا میفرماید و شمه هشامعین هم گلگل خلق شعین با کخاویم کلال یعنی تو این میدونین تو این دنیای بیحد البته ولی انتها داره این دنیا بیحد هم نیست right? ولی اینجا چجوری میشه؟ یعنی رمبا میفرماید شامعین جایی که تمام ستاره اینا رو هستن میگه ولی ماورای اون شمه شامعیم خونده شده جایی که دیگه اونجا اصلا کخاویم نیست توش ستاره ها نیست شو ها گلگل هکیتسون و همه کیف تارکه آخر واسه هم میفهمید واسه هم میگه برای خگیگا ربیودا میگه که شنه رقیم هم میگه دوتا آسمون هست منظور شامعیم و شمه هشامعیم This is
و این به اصطلاح چیزی که رمبان به این طریق اینا چیزش میکنه تو توضیحش میده. و ملبیم هم تو تهیلیم میگه که دمین میگه که اونجا هم یعنی اونم اون مثل رمبان توضیح میده right. کیوم هزه کی کن رمبان میگه کی کن یهیه بخول زرعان لعولم. یکی از جاهایی که هقدوش برخو قول میده میگه که ایستالر هیچ وقت با قوم دیگه ای عوض نخواهد کرد. همین پاسخ است. چرا میشه بگی کیوم هزه؟ مثل امروز. مثل امروز یعنی الان 5773 رایت هشت چند هفتم آب امروز هفتم آب رایت. So this is it. یعنی این this is one of the places. جای دیگه هم هست رایت. بس همین هم میدین خیلی جالبه که میگن چرا عقدوش اسرائیل گفتن نسل نشمه درسته؟ اگه اسرائیل نسل نشمه گفتن از رو عشق تورا رو قبول کردن چه لزومی داشت که عقدوش برخو بیاد بعدن هر سینه یا بالا سرشون نگه داره و بگه اگه قبول میکنید اوکی اگر نه همونجا همتون رو دفن میکنم از رو ترس. چرا؟ اسرائیل آمدن به بچه های خوب گفتن نسل نشمه میگن ببین اینجا دقیقه چون تورا میگه که تورا میگه کس که مثلا دو نفر که میدونیم با عشق و علاقه با هم دیگه ازدواج میکنن طلاق هم کارشون هست خدای نیاره خدا هم چیز اینا. ولی اگه تو تورا میگه اگه یه نفر کسی ریپ میکرد اگه مثلا بهش تجاوز میکرد اون وقت میدونین هیچ وقت اگه زنه نمیخواست بتونست طلاقش بده در دست علاقه. اگه خدای نکرده خدای نکرده اگه ریپ صورت میگرفت که آسوره میدونیم ولی بعدن اگه زن نمیخواست و مرد نمیخواست میتونم هم دیگه ازدواج بکنن. مرد خوب بود یعنی مرد مجبور بود اون که ریب که مجبور و هیچ وقت نیست طلاقش بده مگر که زن طلاق بخواد. اینجا میگن که به فارسی میگن عقدش برخو بخواست کیویخول کیویخول سر ریب بکنه که واسه این یعنی چی؟ هر سینه های رو نگه داشت یعنی دیگه طلاقی توی کار نیست دیگه طلاقی توی کار نیست. این رو گاهان میگه یه تو این رابطه طلاق وجود نداره. اگه نه چرا بعد هشم تورا به فروش نوشته اسرائیل اومد گفته وقتی هشم اومد به اسرائیل گفت I love you هشم اومد گفت ببینید من شور از بس آوردم تیرا به جون من رفت اومدم ابرا رو آوردم شقینه مصری که تیر میده به من میخور اسرائیل دی ملت داون حالوش بخور loves us so much گفتن نحسه به نشمن out of love گفتن نحسه به نشمن تورا قبول کرد. بعد نوشته چی؟ با تختی تهار نوشته تو تورا هست گفته به تختی تهار یعنی زیر کو که میگه عقدش برخو هر سینه بلند کرد بالا سرشون خوپا واسه این داریم ما الان چرا ما خوپا داریم خوپا عقدش برخو هر سینه بلند کرد خوپای سر هر سینه بود مثلا بعضی وقتا این خوپا من میگم زیر خوپا من از این خوپا از هنگین با یه چینی چیزی نمیدونم چجوری دیدید آره اصلا پایه نداره یعنی دیس از شوری واسه هر سینه که عقدش برخو هر سینه بلند کرد گفت اگه اینجا هم همینه بزنه شوهر میگن تا 120 سال و اگه نه anyway. سو میگه که چی؟ اینجا چیکار کرد عقدش برخو؟ چرا خوب بود؟ کافر that's it. چون اینجوری متوجه اگه از رو عشق باشه فقط صرفا اون باشه اون وقت طلاق وجود رو واسه همین هم بینیم بهتون گفتم که مهرار میفرماید که رجوب نوح تو تورا میگه نوح ایش صدیق تامیم نوح خیلی صدیق بود عقدش برخو رجوب ابراهام هیچی نمیگه رجب ابراهام یه دفعه آداف بلو میگه هشام ابراهام میگه لخ لخا خب چرا نمیگی؟ بگو اول بگو ابراهام صدیق بود اینقدر چی بود هشام انتخابش کرد گفت لخ لخا این چی نمیگه؟ اول فقط تورا مثل نوح میگه ایش صدیق تامیم آیه به دورتا رجب ابراهام یک کلمه اینجا نمیگه وقتی هشامش گفت لخ لخا نمیگه چرا هشام انتخابش کرد مهران میگه چون اگه هشام گفته بود که هشام ابراهام انتخاب کرد به خاطر اینکه خوب بود و اینا بود پس فردا که بچه‌هاش خوب نیستن دیگه چیز نیستن دیگه ولشون میکنه ولی اینجا هشام میگه لخ لخ no conditions I'm not saying why I picked you برو یعنی حتی بچه‌هاش هم خوب نباشن هیچ وقت دیگه قم بر پس بر تو برنامه نیست It's all the same message که دیس ببینید واسه همینه تمام این ببینید تیشا به آبا اینه واسه اینکه ببینید اینجا به خدمتتون عرض کردم کیر خیم والوژی میره از گاهان میپرسه میگه میگه اینکه میگن نوشته که چی نوشته که هوادش برخو سامیخ به خلقوس
رب یه عقلش بخوب سمخ بخیر خوب یعنی عقلش بخوب هم چیز پرقاوت خونده که آدم هر کسی به قسمت خودش راضی یعنی چی هاشم سمخ بخیر خوب گاون جواب میده میگه که خیلی قشم عمو میگه منظور اینه که خیلی قشم عمو ما اسرائیل خیلی قشم هستیم عقلش بخوب باید سمخ بخیر خوب باشه با ما اینستاک بوده است ما خوب باشیم بد باشیم we are his عوض نمیشه عوض شدنی نیست رمبان میگه واسه این گفته کیوم هزه میت نادر دسیم مسج نخم کیوم هزه کی خیل یهیه بخل زرعان لعلام رمبان میفرماید از این پاسخه که کی خیل یهیه بخل زرعان لعلام یعنی being chosen people که اسرائیل ها are gonna be continue همچه که بشمون داره میگه میگه چی؟ و یوخر به زرعان مخره هم بخم میکل همیم کیوم هزه رمبان میفرماید که خن یه به قول زرعام لعلام یعنی چیز ابدیه there is no change که آره شما چوزن بودین و بعدن این شد و بعدن این شده یه حرفا وجود نداره right. and that's why since عقدش برخوز کیویخول میدونین stuck in this relationship so he's gonna make us behave هشه میتونه زن دیگه بگیره he's stuck واسه چیکار میکنه دور از همه دور از همه هی حالش بخود صبر داره قبل از خوربان ببینید چقدر عقدش برخود واسه بتمی داشت خراب بشه هی ناوی میفرسه گوش نمیکنن هاشم خیلی صبر داره ولی یه وقتی میبینید که دیگه این کاسه صبر میدینین دیگه چیز میشه دیگه سر میره so then you have this holocaust is the same thing when we don't ببینید اینا که that we could understand holocaust من نمیخوام اینا هاشم هستر پانیمه ولی basically this is the formula وقتی اینا از همون آلمانی که میدونین assimilation رو reform شروع شد right? از همون جا هم یه مخش ما بود بلند شد right? چرا با واسه اینکه it goes back که خیم یه بخل زرعام لعلام لعلام یعنی تا ابد so there is no اون رحم قدوش هم میفرماید که وقتی گفته کیوم هزه هکوانم که سدر شعتم کیوم بیوم هزه شهایه ها اداش شلما به کشر آره اینجا چیز میگه آره خمقدوش میگه درسته خمقدوش برو کور رایی که شخ ما رو عوض نمی کنه ولی اون اسرائیلایی که مثل کیوم هزه باشن مثل اسرائیلایی که در مثل زمان مشربه نارد و شلام میگه او کما شهید علیه هم شکول هم ایو دووقیم به هشم همشون داوغ به هشم بودن و هکوانا به معمارز شزولت سدرزه این بخیرا باهم میگه اگه این صداتون مقام نباشن they are not gonna be the chosen اقادش برخون کسی که تو مقام نیست ها چکار میکنه؟ دورشون میکنه مثلا ببینید تو تورا گفته که ارث اسرائیل it's allergic ارث اسرائیل کسی که تورا میتوت نگه نداره قیش میکنه You want to know why there are so many Israelis all over the world? اینا قیه شدن. اینا this is it. اینا قیه شدن یعنی چی؟ اینا وقتی طرف بلند میشه اسرائیل ول میکنه میاد اینا میاد نمیدونم لس آنجلس و میریم این ور اون ور میشه اینا قیه شدن چه فرق داره؟ اینجا هم داره میگه ببین این پرامیس که داده شده اورخم قدوش میگه که اگر یک اسرائیل که میدونی تو رو میتونه ترک میکنه ایتس وری هارش حالا به خسیدیم بود نات ده سیدیس خسیدیم میگن همیشه اسرائیل هر چقدر هم دور بشه هنوز there is a pintelayid هنوز یک شعله از یهودیت هست که میتونه برگرده ولی if a person doesn't do that so obviously it's not part of this covenant اگر شیو زرعام شل خشوقیم این یرشیو لوی خشوو زرعام میگه اگه بچه های ابرامسا یعقوب انقدر میرن که انقدر دور میشن که دیگه اصلا خودشون کات آف میکنن so then they are not دیگه زرعونا نیستن اینا کات آف کردن دیگه اورا خیمه قدوش و هر ری لخای اشمایل و اصاب اوت و اورا خیمه قدوش ببین میگه علامتش چه اشمایل و اصابه چون اشمایل و اصاب هم بچه های ابرامسا یعقوب هم ولی اونا میدینین اونا چیز نکرده right? شهینن و رعوت رحمه قدوش میگه که شهینن و رعوت شهن بنه ابراهام و ایتسخاق و افل پیخن امرا کتوب که به ایتسخاق این قرار خواه میگه اونا هم بچه ابراهام و یعقوب بوده ولی ساد و ملک اون کسایی که جدن تو میمونن پرکچیز میکنن
یه کسایی نمیدونم ادا نمیدونم مثل این که تومی لپید که میاد بار اینجوری با چیز چیز میکنه و آخرش هم اینم وصیت میکنه که نمیخواد مثل این سوره دفنش بکنه. Apparently he chose not to be بچه ابراهیم سای یعقوب، میخواد مثل اشمعیل حساب باشه. So it's not like in automatic for every individual. ولی obviously the covenant اون عهد با قوم اسرائیل و روششوه تمام شیورش رو اینه. رو بامبر زتن فهم میگه یکی از مسیجای اصلی تشابهاب اینه که we have to realize that اگه بیت المقدس که ما اگر داریم تعنیف میگیم که خراب شد و سوخت، بیت المقدس چی خودشه؟ بیت بخیرا. بیت بخیرا that we have to realize that we are chosen people of HaKadosh Baruch Hu و مسئولیت داریم and we have to live accordingly, right? So apparently هر دوره‌ای که می‌دونین بیت بخیرا ساخته نشده، right؟ بیت المقدس ساخته نشده apparently، یعنی ما هنوز این چیزا رو نداریم که what is بیت بخیرا، right؟ to live up to the standards که HaKadosh Baruch Hu از ما می‌خواد as his chosen people. Fine, be'ezrat Hashem, we'll continue next week.